سرخط خبرهای امروز دوشنبه 15 ماه جون از رادیو شهر ما. رافائل ماریو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام آژانس درباره خودداری ایران از اجازه بازرسی دو مرکز در ارتباط با سوالاتی درباره فعالیت‌های گذشته این مراکز ابراز نگرانی جدی کرد. آقای گروسی گفت بیش از 4 ماه است که ایران اجازه دسترسی به این دو مرکز را نداده و افزود که حدود 1 سال است که جمهوری اسلامی از گفتگوی جدی درباره سوالات مربوط به فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی در این مراکز امتناع می‌کند. مدیر کل آژانس گفت که این مسئله بر توانایی آژانس در حل و فصل سوالات باقی مانده تأثیر می‌گذارد و خواهان همکاری فوری ایران و دسترسی سریع آژانس به این دو مرکز شد. پول ویلن، درجه‌دار سابق نیروی دریایی آمریکا، در روسیه به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده است. دادگاه مسکو او را برای دریافت اطلاعات طبقه بندی شده مجرم شناخته است. همزمان با کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، محدودیت‌های مرزی کشورهای این قاره بعد از گذشت 3 ماه از آغاز شیوع کووید 19 و مقررات قرنطینه برداشته می‌شود. آنتونی فاوچی، عضو کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید، میگوید تا زمانی که واکسنی برای پیشگیری از بیماری کووید 19 ساخته نشده است، محدودیت سفر شهروندان خارجی به آمریکا باید برقرار بماند. دکتر فاوچی که رئیس مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکاست، در مصاحبه با روزنامه تلگراف با اشاره به نگرانی‌ها درباره موج دوم شیوع ویروس کرونا گفته است این محدودیت ممکن است تا چند ماه دیگر برجا باشد. دست کم 20 سرباز و بیش از 40 غیر نظامی در حملات دوگانه شبه نظامیان بوکو حرام در شمال شرق نیجریه کشته شدند. سازمان ملل این حملات را منزجر کننده و هولناک توصیف کرد. پس از 3 ماه تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، فروشگاه‌های عرضه کالاهای غیر ضروری در بریتانیا بازگشایی شدند و مردم برای ورود به فروشگاه‌ها صف کشیدند. سازمان بهداشت جهانی پیشتر درباره تسهیل مقررات قرنطینه در بریتانیا هشدار داده بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میگوید که این کشور اولین پیروزی خود در مقابل ویروس کرونا را به دست آورده، اما همچنین هشدار داده که ویروس کرونا ممکن است بازگردد. به زودی رستوران ها، هتل ها و کافه ها در پاریس نیز بازگشایی می شوند. با بازگشایی صنعت توریسم در مکزیک، مسافران خارجی بار دیگر به آبهای گرم و شنهای سفید سواحل این کشور باز می گردند. بخش توریسم مکزیک برای 4.5 میلیون شهروند این کشور فرصت اشتغال ایجاد می کند. مصر پروازهای خارجی در تمامی فرودگاه‌هایش را از اول ژوئیه، جولای، یعنی 2 هفته دیگر از سر می‌گیرد. وزرای خارجه ایران و ترکیه اعلام کردند پروازها بین دو کشور از 11 مرداد ماه از سر گرفته می‌شود. وزارت بهداشت ایران نسبت به بالا رفتن آمار بستری ناشی از ابتلا به کرونا در استان‌های تهران، خراسان رضوی و بوشهر هشدار داد. وبسایت حقوق بشر در ایران اعلام کرد زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، بازداشت شد. قیمت دلار آمریکا در بازار تهران از 18200 تومان فراتر رفت. ربیعی، سخنگوی دولت ایران، اعلام کرد استانهایی که وارد پیک کرونا نشده بودند امروز وارد این وضعیت شدند. آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران برای دومین روز متوالی از سوی وزارت بهداشت ایران 3 رقمی اعلام شد. استاندار خوزستان کشتار معترضان آبان ماه 98 در نیزارهای ماهشهر را جعلی خواند. ناجا اعلام کرد باید با مظاهر علنی فساد همچون سگگردانی و تفاخر با خودروهای لوکس برخورد شود. پلیس تهران اعلام کرد پوشش لباسهای با طراحی نامناسب و مانتوهای شیشه‌ای ممنوع است. وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد میانگین افزایش شهری مدارس غیردولتی در سال جاری 23% است. علوم پزشکی اهواز از گم شدن 11000 نمونه آزمایش خون بیماران مشکوک به کرونا خبر داد. این بود سرخط خبرهای امروز دوشنبه 15 ماه جون از رادیو شهر ما.